به دستور ترامپ امریکا از ورود ایرانی هایی که به نوعی با رژیم جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشند جلوگیری می کند. در راستای اجرای این سیاست جدید دولت امریکا گروهی از ایرانیان مخالف مقیم خارج هم حتی به دلیل شباهت اسمی با تروریست های رژیم ایران قربانی بدنامی حکومت اسلامی شده و از ورود آنها به خاک امریکا جلوگیری می شود. بابک سلیمانی راننده تریلی ایرانی که ساکن تورنتو و سیتیزن کاناداست میگوید در روز پیش ماموران مرزبانی امریکا به دلیل شباهت نام خانوادگیش با سردار قاسم سلیمانی مانع ورود او به امریکا شدند این شهروند ایرانی کانادایی میگوید که ماموران در مرز امریکا و کانادا او را تنها به دلیل نام خانوادگیش ساعتها مورد بازجویی قرار دادند و به او اجازه ورود به خاک ایالات متحده داده نشد بابک سلیمانی که شهروند کاناداست و سال 2009 ایران را میگوید که او هیچ نسبت و آشنایی با قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس که توسط ترامپ تروریست شناخته شد و به وسیله نیروهای امریکا در عراق کشته شد ندارد بابک نگران وضعیت شغلی خود میباشد میگوید من سعی کردم برای ماموران مرزی توضیح بدم که این نام فامیلی در خاور میانه بسیار متداول است اما قانع نشدن سلیمانی که ساکن تورنتوس میگوید در چهار سال گذشته که برای یک شرکت حمل نقل بین شهری کار میکند هیچ مشکلی برای عبور از مرز و وارد شدن به امریکا نداشته است به گفته بابک سلیمانی در روز دهم ده ژانویه هنگامی که در مرز دیترویت میشیگان قصد ورود به امریکا را داشته ماموران مرزی امریکا او را هفت ساعت نگه داشتند و پس از پرسیدن سوالاتی درباره نام خانوادگی سابقه خدمت سربازی و نظراتش او را به کانادا بازگرداندند سلیمانی میگوید که نگران است این مسئله باعث دردسر برای دختر نوزادش شود چون او هم نام خانوادگی سلیمانی دارد دیروز شبکه سی بی سی کانادا به نقل از یک مامور اداره مرزبانی امریکا که در توقف و پر پرسیدن سالهای شخصی و سیاسی از دهها شهروند امریکایی و کانادایی ایرانی تبار در مرز کانادا با امریکا حضور داشته گزارش داد که مقامات امریکا به معموران مرزبانی درباره کنترل افراد متولد ایران دستور ویژه دادند و شهروندان ایرانی با نام خانوادگی سلیمانی اجازه ورود به امریکا را نخواهند داشت